با درود از الوان تیوی، من مهداد راهبر هستم و به برنامه دیگر از بانگ بیداری خوش آمدید. ما در این برنامه از اندیشمندان، هنرمندان و کنشگران ایرانی دعوت می‌کنیم که بیان اینجا در این برنامه در زمینه کارهاشون و کاربرد کارهاشون در حال و آینده ایران با ما به گفتگو بشینن. امروز مهمان گرامی ما بانو آرتمیس اهورا هستن که در برنامه پیشینم بودن و ما ازشون خواهش کردیم دوباره در این برنامه شرکت کنن و ادامه اون آموزگفتار یا گفتار یا نشستی که در برنامه پیشین داشتیم رو ادامه بدیم. در برنامه پیشین ما به نقش زنان در گذشته ایران، در تاریخ پیش از اسلام و نقش زنان در دوره اسلام رو بررسی کردیم و این در این برنامه میخوایم نقش زنان در دوره پهلوی و در دوره 40 سال گذشته در دوره جمهوری اسلامی رو به بررسی بذاریم و هیچ کس بهتر از بانو آرتمیس اهورا نیستن در این زمینه که خودشون یکی از اندیشمندان ارزنده ایرانی هستن. آرتمیس جان به شما خوش آمد میگم و از شما خواهش میکنم که این گفتار رو از دوره پهلوی برای ما آغاز کنید، بعد اگه پرسشایی دارم که من از شما میپرسم. بفهم خوشم. سپاسگزارم جناب رهبر، درود بر شما و درود بر همه بینندگان این برنامه. ما اگر که خاطرتون باشه در برنامه پیشین درباره حقوق زن و نقش زن در دوران پر افتخار و سربلند پیش از اسلاممون گفتگو کردیم در ایران چگونه بوده زنان، و بعد اومدیم دیدیم که در دوران اسلام پس از اسلام در 1400 سال چگونه زنان تمام اون حقوق و سربلندی هزارهای پیشین رو از دست دادن و چگونه سر خورده و سرکوب شدن و به حاشیه و به خانه ها و به پستوها و پشت روبنده ها و چادرها رانده شدن. امروز در دوران پهلوی رو بررسی می‌کنیم، در واقع آغاز حضور یا تولد دوباره زن در اجتماع ایران رو با هم گفتگو می‌کنیم. من همیشه اینو تو برنامه‌های خودم گفتم که رضا شاه بزرگ برترین و بهترین خدمتی که به مردم ایران کرد این بود که این قول چراغ جادو رو در واقع در آورد از توی اون چراغ، و این در واقع اون نقش و حضور پررنگ زن بود که از پستوها اومد بیرون و زنی که وارد عرصه اجتماع شد. همه احتمالا میدونیم که در 17 دی ماه 1114 رضا شاه بزرگ همراه با شهبانوی اون زمان ملکه تاج الملوک و همراه با شاه دخت اشرف و شاهدخ شمس به فرهنگ سرای در واقع دانش سرای تربیت معلم رفتند و بدون حجاب زنانشون رو به عنوان الگو و نمونه و به عنوان این که من از خانواده خودم آغاز میکنم، حتما چیزی نیست که من بخوام به شماها تحمیل بکنم، نخست از خانواده خودم آغاز میکنم، آمدن و رضا شاه بزرگ در سخنرانی خیلی کوتاه ولی بسیار مؤثری که اونجا کردن گفتن که امروز روز آزادی زنان، من به شما زنان ایران این امکان رو میدم که بیاید در اجتماع و بیاید وارد زندگی عادی روزمره جهانی بشید، و این خیلی مسئله مهمی بود. از آن زمان مخالفت روحانیون میدونیم که چقدر سرسختانه با این برداشته شدن حجاب آغاز شد، و مشکل اونا برداشته شدن این حجاب نبود، برداشته شدن حجاب نخستین گام بود در راه برداشته شدن زنجیر اسلامی به پای زنان و اون قل و زنجیری که اینها رو میتونست تحت کنترل و سیطره مرد و در پستوها نگه داره. در سال 1322 ما دیدیم که در دوران رضاشاهی
از اینجا آغاز شد و از اینکه زن به مرور در اجتماع دیده شد و مردم عادت کردن به دیدن زنان و آشنا شدن به حضور زن در همه جا و این اون تابوهای اولیه رو شکست. در سال 1322 محمد رضا شاه گام بسیار مهم بعدی رو برداشت و اون آموزش و پرورش اجباری همگانی و رایگان بود که قرار داد برای اینکه دومین بند رو که نادانی و بیسوادی بود رو از پای زنان ایران برداره. درسته که این آموزش رایگان و همگانی شامل پسرها و دخترهای ایران میشد، ولی به طور سنتی جامعه ایرانی تحت تاثیر به اصطلاح حکومت اسلامی شرعی که قبلا بود در پایان دوران قاجار، زنان درس نمیخوندن، زنان و بچه ها رو، دختر بچه ها رو به مدرسه نمیفرستادن و حتی اگر قرار بود حتی خانواده های متمول تری که بودن بچه هاشون رو بفرستن به مدارس حتی خصوصی و مدارس حتی غیر ایرانی تر که اون موقع چند تاش بود به صورت برای بچه های سفرهای خارجی و اینها بود، باز دخترانشون رو نمیفرستادن و فقط پسران رو میفرستادن. با آموزش اجباری همگانی که طرحش به مدت 10 سال تصویب شد، همه خانواده ها از بی بضاعت ترین خانواده ها، مستمند ترین و ندارترین خانواده ها در شهرها و روستاها تا ثروتمند ترین خانواده ها به طور مساوی بچه هاشون رو به یک مدرسه فرستادن، بچه ها در کنار هم نشستن، بچه های دختر و پسر در کنار هم نشستن و مدرسه و آموزش و پرورش برای همه در دسترس قرار گرفت. و حتی اگر خانواده هایی بودن که وضعیت مالی خوبی نداشتن و ندار بودن و یا توانایی مالی نداشتن و به خاطر همین بچه هاشون رو خیلی ها به کار میفرستادن به جای مدرسه، براشون مجازات زندان و مجازات نقدی در نظر گرفته شد. از 6 ماه تا 1 سال پدر مادرهایی که بچه ها رو میفرستادن مدرسه، براشون مجازات زندان و جزای نقدی یا جریمه نقدی هم قرار گرفت. برای همین همه مجبور شدن بچه هاشون رو به مدرسه بفرستن و این یه گام دیگری شد بر حضور زن در عرصه دانش، در عرصه کارشناس در آمدن، در عرصه پیشرفت و پرورش استعدادهای زنان علاوه بر اون حجابی که نداشتن. همچنین اومدن قوانین کار رو تغییر دادن در همین دهه 22 تا 32 که آموزش و پرورش اجباری هم بود و کار برای کودکان زیر 15 سال در سراسر کشور ممنوع شد. قدغن شد که کسی یا کسانی بچه های کوچک رو به کار بگیرن، چون بچه های بسیار زیادی از طبقات متوسط به پایین اجتماع در کارگاه های کله پزی، کفش دوزی، پالان دوزی، مثلا نمیدونم انواع اقسام نجاری، بنایی، حتی آهنگری بچه ها رو به کار میفرستادن. و بعد از اینکه قانون ممنوعیت کار زیر 15 سال تصویب شد، مجبورن همه دیگه همراهی و همکاری کردن که بچه ها رو اجباراً فرستادن به مدارس. از سوی دیگه حتی ما دیدیم که به خانواده های مسلمان پولم داده شد، یعنی نه تنها بچه هاشون رو به اجبار وادار کردن به مدرسه بفرستن، بلکه به ازای هر یک بچه که در مدرسه فرستاده می شد یک هزینه، یک کمک هزینه به خانواده ها داده شد و حتی کیف و کتاب و لباس این بچه ها از سوی آموزش پرورش به رایگان تامین شد که هزینه تحمیل خانواده های مسلمان نشه. ببینید چقدر این قوانین انسانی و پیش بود در 1322 تا 32 در نظر بگیرید. علاوه بر اینها گام بسیار بسیار مهم دیگری که در دوران حکومت پهلوی دوم برداشته شد این بود که آمدند و حقوق حق رأی گیری رو در واقع آزاد کردند. در سال 1343 حق رأی رو برای زنان هم قرار دادند. درسته که مثلا ما ترکیه رو می‌دیدیم 1309 حق رأی زنان آزاد شد، ولی خب ترکیه به خاطر اون شرایط استثنایی آتاتورک که آمد و اصلا تمام این به اصطلاح روحانیون رو به گوشه روند، لباس پوشیدن روحانیون رو ممنوع کرد، دست و پاشون رو از کل اجتماع برید و جامعه ترکیه رو تبدیل کرد به یک جامعه کاملا سکولار، خب
اونا زودتر حق رأی رو به زنانشون دادن، اما مشارکت زنانشون باز هنوز اون اندازه نبود که هنگامی که زنان ایران در 1343 حق رأی رو ما گرفتیم، به سرعت زنان وارد عرصه های قدرت شدن، در پست های بسیار مهم قدرت شروع کردن، علاوه بر رأی دادن یعنی تمام حقوق رو شروع کردن به دست آوردن، و ما یک مرتبه سیل کثیری دیدیم از زنانی که در تمام عرصه های پزشکی، قضاوت، عرصه های دولتی، استادی دانشگاه آمدن جلو، حتی به اونجا رسید که ما زنان نماینده مجلس داشتیم و بعد از زنان نماینده مجلس و زنان سناتور ما زنان سفیر و وزیر و اینها هم پیدا کردیم. بنابراین میبینید که تفاوتی که زنان ایرانی به صورت نهادینه در هزارها زن نیرومند ایرانی داشت، حتی با کشورهای همسایه مثل پاکستان، ترکیه، عراق، که اینا زنانشون چند سال شاید زودتر از زنان ما حق رأی به دست آوردن، ولی میزان مشارکت اجتماعی زنان ایران قابل مقایسه با اونها نبود و عرصه‌ای که زنان ایران به دست گرفتن بسیار نیرومند و گسترده بود. بعد اومدن قوانین حمایت خانواده رو گذاشتن. چقدر این قوانین در سال 1346 اولین قوانین خانواده، حمایت از خانواده رو در ایران گذاشتن. قوانین خیلی خیلی مشابه به قوانین بلژیک و فرانسه بود و بسیار پیشرفته بود. 4 شرط گذاشتن برای اینکه هر طرفی از زن یا مرد، چون قبلا فقط طلاق منحصر به حق مرد بود طبق قانون شرع، اون چیزی که در دوران تا پایان دوران قاجار اعمال میشد، حق طلاق حتی در دوران پهلوی اول هنوز خب رضا شاه زورش نرسیده بود همه کارا رو، که دیگه نمیتونست در یک دوره 13 ساله همه این مملکت رو به هر حال داشت پیشرفت میداد، دیگه به این جزئیات نرسید. ولی در دوران پهلوی دوم اومدن قوانین خانواده رو که گذاشتن، حق طلاق بی قید و شرط رو از مرد گرفتن، علاوه بر اون حق طلاق به زن هم دادن. یعنی چی؟ یعنی اومدن اون 4 شرط رو گذاشتن هم برای مرد هم برای زن، اگر اینکه مرد یا زن هر کدوم زندگی رو ترک کنن، زندگی مشترک رو، که باز اون رو دادگاه تعیین می‌کرد، چگونگی که تشخیص میداد که آیا واقعا یک فردی زندگی رو ترک کرده یا نه. دوم این که اگر کسی آبروریزی میکرد یا کار خلاف شأن خانواده و فامیل و همسر و فرزندانش انجام میداد، چه زن و چه مرد، باز میتونستن درخواست طلاق بدن. اگر اینکه زن یا مرد به هر دلیل اعتیادی، حالا این اعتیاد حتما میتونست مواد مخدر نباشه، میتونست اعتیاد به قمار باشه، میتونست اعتیاد الکل باشه یا اعتیاد به کارهای دیگه‌ای باشه، هر گونه اعتیادی که خانواده و اساس خانواده رو تهدید میکرد و آسیب میزد، از هر دو طرف قابل درخواست بود. و چهارم این که اگر هر کدوم از همسران به 5 سال حبس یا بیشتر محکوم میشدن، اون یکی همسر میتونست درخواست طلاق بده و طلاق صادر میشد با رأی دادگاه. از سوی دیگه اگر که مردی میخواست زن دوم بگیره، باز تمام این شرایط بررسی میشد که ببینن آیا اصلا علت اون ازدواج دوم چی، آیا مثلا همسر یک مرد مشکلی داره، مثلا بچه دار نمیشه، مشکل روحی داره، مشکل جسمی داره که زندگی کردن واقعا امکان ناپذیر، یا تشکیل دادن یک خانواده و بچه و اینها امکان ناپذیر بود، ممکن بود دادگاه رأی بده به همسر دوم. و البته اینو در نظر میگرفتن که وضعیت روحی هر دو طرف چگونه است، وضعیت خانوادگی و مالی چگونه است، سوشال استاتوس یا وضعیت اجتماعی اونها چگونه است، تمام این شرایط رو باید قانون در نظر میگرفت و اگر اینها رو واجد شرایط میدید، به مرد اجازه همسر دوم میداد، تازه منوط به اجازه و رضایت همسر اول. و باز با این حال که اجازه ای داده میشد برای همسر دومی به مرد، باز با این حال حق زن برای طلاق پس از اینکه مردی همسر دوم میگرفت محفوظ میمون، اگر که میخواست ادعا کنه که گواهی عدم سازش بگیره و بگه که مثلا من با این شرایط جدید سازگاری نمیتونم خودمو بدم، و یا من با همسر جدید همسرم دچار مشکلم، یا همسرم پس از ازدواج با همسر دیگر با من دچار مشکلات رفتاری است، باز زن میتونه، زن اول میتونست درخواست طلاق بده و گواهی عدم سازش بگیره. و این خیلی جالب بود که اگر کسی این کار رو رعایت نمی کرد، یعنی اگر مردی می رفت یواشکی با یه آخوند مثلا یه پولی می داد و یه ازدواج رو بدون رأی دادگاه ثبت می کرد، این ازدواج باطل بود از نظر قانونی
دو اینکه اگر در دفتر این ازدواج ثبت شده بود، اون سردفتر به 6 ماه تا 1 سال حبس مجازات میشد و 6 ماه تعلیق حکم به اصطلاح سردفتریش، و اگر دوباره تکرار میشد حکم اون دفتر رو برای همیشه از بین میبردن و اون دفتر برای همیشه بسته میشد. و این خیلی جالبه که حتی اگر زن دوم یک مرد میدونست که زن اول رضایت نداده و حاضر میشد زن مرد بشه، اون هم به 6 ماه تا 1 سال حبس مجازات حبس محکوم میشد. میخوام بهتون بگم ببینید اهمیتی که به زن دادن. زن از یک موجودی که وجود خارجی نداشت تا پایان دوران قاجار، حتی در سطوح بالای قاجار، زن نه صدا داشت، نه حق طلاق داشت، نه حق تحصیلات عالیه، هیچ چنین چیزی رو نمیدیدید در جامعه. یک مرتبه زن از بالاترین قشر اجتماع تا پایین ترین قشر اجتماع حقوق برابر پیدا کرد، آموزش برابر پیدا کرد، فرصت شغلی برابر پیدا کرد و حتی قوانین زندگی، خانواده، حضانت فرزند، به اصطلاح سرپرستی فرزند، اینها همه برای اینها یکی شد. ببینید قانون سرپرستی فرزند چقدر پیشرفته بود در دوران پهلوی، که می اومدن میگفتن سرپرستی بچه فقط به پدر داده نمیشه. اگر نگاه میکنن پدر و مادر کدوم وضعشون بهتره، کدوم از نظر اخلاقی صلاحیت دارن، کدوم از نظر اجتماعی موجه‌تر هستن، سرپرستی بچه رو به اون میدادن. و باز حتی ببینید از آمریکا پیشرفته تره، برای اینکه آمریکا حتی میاد میگه که سرپرستی بچه الزاما با مادر، مگه مادر مثلا خودش نخواد که بعد بدن به پدر. ولی اون در ایران گفتن نه، ما به هر کسی میدیم که اون بهترین شرایط رو داشته باشه. و حتی ببینید این قانون چقدر پیشرفته بود، حتی اگر زن و شوهر در یک وضعیت مالی بودن، باید هر دو هزینه بچه رو قسمت میکردن، مگر اینکه یکیشون واقعا نمیتونست. و حتی اگر که فرزندی به مادر داده میشد، اینم باز به نظر من خیلی قانون خوبی بود برای فرهنگ ایران، شما در نظر بگیرید اگر زنی میرفت ازدواج مجدد میکرد، بچه رو از زن میگرفتن. چرا؟ برای که طبق فرهنگ موجود در ایران، ما مملکت غربی نبودیم، ما ایرانی ها بسیار مردهامون اهمیت میدن به این که بچه خودم باشه. ببینید فرهنگ جامعه 50 سال پیش ایران رو در نظر بگیرید، و احتمال بسیار زیاد، چون طبق بررسی دیده بودن احتمال بسیار زیاد همیشه پیش اومده که مرد دوم یا همسر دوم اون زن این بچه رو ساپرس کنه یا ابیوز کنه یا به هر حال بهش بی‌توجهی کنه یا این بچه دچار محرومیتی بشه. میگفتن اگر مادری شوهر دوم بکنه، بچه رو میگیرن میدن به پدر، یا اگر پدر خودش زنده نیست یا به پدر بزرگ، اگر خانواده پدری حتی نبودن به پدر بزرگ، مادر بزرگ مادری بچه میدادن. یعنی به هر حال این بچه رو سعی میکنن از زیر دست یک مرد دیگری که به طبق به اصطلاح اون حالتهای فرهنگی که در جامعه ما بود ممکن بود به بچه استتمام بکنه در میومد. به هر حال اینها نشون داده شد از بعد از دقیقاً این اتفاقات، حقوق زنان از دست آخوند جماعت در اومد. و این خیلی نکته دردناکی بود برای روحانیون و آخوندها که همیشه افسار جامعه توی دست اینا بود، افسار تمام زنان جامعه کلن توی دستشون بود. و خودتون میدیدین و میبینید و به خصوص امروز بهتر میبینید که چه رفتار بیرحمانهی با زن میشه، چه رفتار بیرحمانهی با فرزندان میشه و چه اتفاقات وحشتناکی میفته. هر کس ممکنه 5 تا 6 تا زن داشته باشه، 5 تا 6 تا سیغه داشته باشه، و چه اندازه دارن این زنان اجتماع ایران بیمارگونه مشکلات روحی، روانی، جسمی گوناگون پیدا میکنن و چقدر این دچار تلاطم جامعه رو میکنه. یک چیز جالبی که من براتون بگم که در دوران پهلوی اتفاق افتاد و متاسفانه الان دیگه نمیبینی، سن ازدواج بود. در ایران طبق قانون سن ازدواج دختر 18 سال تمام و سن ازدواج پسر به 20 سال تمام ارتقا یافت. فقط در مواردی که دختری مجبور بود زودتر ازدواج کنه، مثلا پدر و مادر نداشت، یک دختری بود که بی سرپرست بود و نمیتونستن پدر بزرگ، مادر بزرگ یا بقیه خانواده یه خرجی بدن، میومدن میگفتن اگر که خواستگار مناسبی داره در 15 سالگی با رأی پزشک قانونی، آزمایش هایی که انجام میشد و با رأی دادگاه و با بررسی وضعیت جسمی و روحی دختر نوجوان، اگر اجازه دادگاه صادر میشد ممکن بود دختر 15 سالگی ازدواج کنه و پسر مینیمم در پایان 16 یا اول 17 سالگی.
ولی این فقط با رأی دادگاه بود و ما مطلقاً ازدواج کودکان دیگه نداشتیم. و اگرم کسی این ازدواج ها رو انجام میداد، بسیار بسیار جریمه سختی داشت، 1 تا 3 سال زندان و جریمه نقدی بسیار سنگینی داشت. خب اینا همه نشون میده به شما و به ما که در واقع قوانین ایران چه اندازه در دوران رضاشاه و محمد رضاشاه پهلوی زنان رو حمایت کرد، زنان رو پشتیبانی کرد، فرزندان ایران زمین رو چه اندازه پوشش داد، چه اندازه برای زندگیشون، آموزششون، پرورششون، سلامتی و تندرستی روح و روانشون و جانشون، جسمشون اهمیت دادن و چه اندازه جامعه به سمت جامعه در واقع میتونیم بگیم پیش از اسلام خودمون. ما نمیگیم جامعه مدرن، چون ما دقیقا همین شرایط رو در دوران پیش از اسلام خودمون داشتیم. ما دوباره در واقع داشتیم برمیگشتیم با این قوانین به دوران پیش از اسلاممون و به همین رو شما میدیدید که زنان ایرانی بسیار نیرومندتر از تمام زنان منطقه وارد عمل شدن و یکی از نکات بسیار بسیار جالب این بود که زنان ایران رو همپای مردان وارد خدمات اجتماعی دولتی کردن. یعنی زنان اومدن مثل مردان، رفتن اگه دوست داشتن سربازی گذروندن، اومدن رفتن شدن سپاهی دانش، سپاهی بهداشت و سپاه ترویج فرهنگ و آبادانی، آبادانی و کشاورزی. در روستاهای دور افتاده دخترها و پسرهای جوان ما رو با هم فرستادن و اینا رفتن از تمام انرژی جوانیشون اونجا بهره بردن، استفاده کردن، زندگی ها رو ساختن، شهرها رو ساختن، کشورمون رو ساختن و در واقع ایران رو چقدر به جلو راندن اینها. ما در بین زنانی که داشتیم که در مناصب بالای ارتش، میخوام به شما بگم ببینید تفاوت چقدر زیاد بود بین دوران پیش از پهلوی و دوران پس از پهلوی. ما حتی در ارتش سرتیپ، نخستین سرتیپ ارتش ما سرتیپ دکتر مرضیه ارفعی بودن که این خانم دکتر پزشک بودن و بعد با درجه سروانی در سال 1300 و اگه اشتباه نکنم 12 بود به ارتش پیوستن و در سال 1338 با یعنی 1959 با درجه سرتیپی بازنشست شدن. و شما ببینید در دوره 21 مجلس ایران برای نخستین بار 6 زن رو ما به نمایندگی فرستادیم به مجلس که نخستینش بانو دکتر فراخرو پارسا بودن از تهران، بانو شوکت الملک جهانبانی بودن باز از تهران، بانو هاجر تربیت بودن از تهران، بانو نزهت نفیسی بودن از شهرستان بافت و بانو نیره ابتهاج سمیعی بودن از رشت و بانو دکتر مهرنگیز دولتشاهی از کرمانشاه. شما ببینید چه بانوان با شخصیت و تحصیل کرده و توانمندی به عنوان نمایندگان این مجلس، نمایندگان زن ایرانی در مجلس ایران وارد شدن و ما 2 سناتور زن هم داشتیم. بانو در دوره 4 مجلس سنای ایران، یکی بانو دکتر شمس الملوک مصاحب بودن از تهران و بانو دکتر مهرنگیز منوچهریان بودن. ما 2 سناتور زن و 6 نماینده زن در واقع به مجلس پیش از انقلاب فرستادیم و این اصلاح قوانین کار به گونه‌ای بود که همه قوانین رو برای زنان ایران به گونه راحت کرد که زنان تسهیل بشه آمدنشون در اجتماع. من جمله این که کار شب رو برای زنان ممنوع کردن، گفتن زن باید شب خونه باشه، بالای سر بچه‌هاش باشه و این مشکلات بعدی ایجاد نشه. فقط برای زنانی در مشاغلی مانند نرسینگ یا پرستاری یا پزشکی، یعنی کارهای بیمارستانی به طور کلی، یا زنانی که در ارتش یا افسران شهربانی و جاهای دیگه بودن، به غیر از اینها بقیه زنانی که در حالت های اورژانسی کار نمی کردن کار شب نداشتن و 6 هفته قبل از زایمان و 4 هفته بعد از زایمان مرخصی زایمان برای تمام زنان کشور، تمام زنانی که از رده کارگری تا رده سناتوری بودن در یک کشور، همه از عین هم مرخصی زایمان، همه از عین هم مزایای مختلف حقوق مختلف زنان در اجتماع
و در برابر قانون قرار گرفتن. حالا این دوران پیش از پهلوی رو شما با الان مقایسه کنین که خودتون دیگه دارین میبینین قوانین زن وجود نداره، قوانین به نفع خانواده وجود نداره، تمام قوانین دوباره برگشت به قوانین شرعی، اذانت یا سرپرستی بچه با پدره و حتی اگه در شرایطی به مادر بدن پسر تا 2 سال و دختر تا 6 سال بعد دوباره از مادر بچه ها رو میگیرن و میبینید که حق طلاقی به اون صورت زنان ندارن، ماها میدونن برای دریافت نفقه مهریه و میبینید مردان خیلی ثروتمندی که در واقع این دوز سر گردنه میمونن، یعنی میلیون ها و میلیارد ها تومن پول دارن در ایران ولی حاضر نیستن یک سکه مهریه زنشون رو پرداخت کنن و زنان بیچاره رو سالها و سالها میخوان توی دادگاه ها بدونن برای که حق خودشونو بهشون بدن، نفقهشونو بدن، مهریهشونو بدن یا طلاقشون بدن یا بچهشونو حتی اجازه بدن ببینن یا بگیرن بچه هاشون. بنابراین خودتون میبینید استخدام در بین زنان ایران بسیار پایینه. نخستین کسان استخدام میکنن مردان متأهل، بعد اگه استخدامی بمونه باقی که اصلا دیگه واقعا دیگه استخدامی هم نمیکنن، همه به صورت پیمانی و قراردادی دارن میگیرن، بعد میدن به بعضی از زنان متأهل که اونا باز حتما باید یه جوری کانکشن و به اصطلاح ارتباطات خودشون رو داشته باشن و در نهایت شما اصلا نمیبینید زنان مجرد در قوانین استخدامی ایران اصلا وجود داشته باشن، جایی داشته باشن، اصلا سهمیه‌ای هم ازشون در نظر گرفته نمیشه. اینها آسیب‌های اجتماعی بسیار بزرگی است که ایران دید. مرخصی‌های زایمان‌ها را از بین بردن، بعد به زنان گفتن برین از تو خونه بشینین کار کنین، دیکیرها یا با اصطلاح مهد کودک‌های اداره‌ها رو بستن برای که زنان نتونن بیان بچه‌هاشون رو بزنن اونجا، بیان سر کار مجبورشن برن خونه‌ها بشینن و بعدم به مرور از زنانی که در خونه نشستن گفتن از خونه کار کنین، یکی یکی عذرشون رو خواستن و همه رو اخراج کردن. من فکر میکنم زمان برنامه شما اینجا باید به پایان رسیده باشه. حالا اگر که شما پرسشی دارین میتونین خواهش میکنم بفرمایید. من فکر میکنم ما وقت بیشتری میخوایم، بسیار بسیار اطلاعاتی که دادین برای خود منم تازگی داشت و من خیلی خوشحالم که اینا رو تونستیم تو این برنامه جا بدیم و دوست داریم که دوستان این برنامه رو میبینن اینو بازپخش کنن و حتی اگه وقت ندارن بذارن یه موقعی که وقت دارن این برنامه رو تماشا کنن. من چند تا میخواستم همجوری پرسش داشتم که بکنم. یکی این که میدونیم که رضا شاه کار بسیار دشواری رو کردن، بعد از 1400 سال یک فرهنگی که کاملا دیگه نهادینه شده تو جامعه و اومدن اینو کاملا تحول دادن و در همون مدت 13 سال یا 15 سال کارهای بزرگی کردن. در زمان پهلوی دوم محمد رضا شاه بزرگ ایشون این کارا رو ادامه دادن، همونجوری که گفتین به مقام‌های بالای رسیدن. من اینجوری می‌بینم که امروز شما اینجا نشستین یا مادر گرامیتون نتیجه کارهای رضا شاه و محمد رضا شاه بزرگ هستن و این واقعا باعث افتخار ماست. ما حالا برای من همیشه این پرسش پیش میاد که این جنبش یا این خیزشی که زنان امروز آغاز کردن تو این 40 سال گذشته، به تازگی ما حتی در پروژه ققنوس حتی یک نظرسنجی بیرون اومد که نشون داد 82% زنان ایران هوادار بازگشت سامانه پادشاهی به ایران هست. می‌خواستم ببینم چرا اینقدر بین زن و مرد تو ایران تفاوت هست. و پرسش بعدی هم خواهم داشت، ولی می‌خواستم ببینم شما این تفاوت رو در چی می‌بینید؟ چرا اینقدر مردها تو این برنامه خیزش زنان یک جورایی، نمیگم همه مردها، درصدی هم نمیخوام بگم، مردانی هستن که واقعا شایسته هستن و واقعا خدمت‌های بزرگی به زنان میکنن، ولی من بیشتر اون جامعه بزرگتر مردان رو میگم.
تفاوت بین زن و مرد تو ایران چرا انقدر زیاده؟ خیلی سوال خوب، یعنی این پرسش یکی از پرسش‌های اساسی است. چرا که شما دارید می‌بینید در 40 سال گذشته یه جورایی حتی مردای غیر مسلمان، یعنی مردایی که باورمند اسلامی نیستن یا اسلام اصلا انجام نمیدن، نماز روزه هم نمی‌خونن، باور ندارن به اسلام. حالا درسته که ممکنه 90% مردم ایران تو شناسنامه‌هاشون قهرن می‌نویسن مسلمان، ولی خب ما میدونیم که درصد بسیار زیادی از مردم ایران اصلا به اسلام باور ندارن انجام نمیدن. اما حتی همون عده‌ای که مسلمان نیستن و اسلام رو باور ندارن، من خودم شخصا افرادی رو میشناسم در ایران که قوانین اسلامی چون به نفع مردانه سنگش رو به سینه میزنن. یعنی اگر طرف آقای مهندسه، آقای دکتره، اصلا باوری هم نداره به اسلام، گلاس ویسکیش هم دستشه هر شب تو مهمونی، ولی همین آقا فردا بخواد بره زنشو طلاق بده، بدو بدو میدونه میره دادگاه، استناد میکنه به قوانین شرعی، قربون صدقه اون آخوندی که اونجا به اسم قاضی هم نشسته میره، آقای قاضی خواهش میکنم که ریش سفیدی کنین و شما که میدونین این زنا بیشورن و این زنا فهم ندارن و بیان و این حق اینو ندین زنی که فلان فلان شده رو بندازم من بیرون. شما ببینید به همین راحتی مردی که اسمش آدم تحصیل کرده است اسلامم باور نداره، ولی ملت بسیار درو و درنگی هستیم، منفعت طلبی هستیم که دوست داریم هر جا قانون به نفعمون ازش استفاده بکنیم، ولو که این قوانی به نفع اون کشور نیست، ولو که بچه ها و نسل‌های بعدی ما رو داره نابود میکنه، ولی الان مطابق منفعت منه، من پاش سینه میزنم. بنابراین شما میبینید که علاوه بر اون مردانی که خودشون خوب یه عده‌ای هم هستن که واقعا میریم میبینید که داره قمه میزنه و کلش هم باز میکنه و فکر میکنه که واقعا یه امام زمانی هم داره میاد و نامه میره میندازه تو چاه جمکرا، خب اون باورمنده که جای خودش، اونی که اصلا مغزش تعطیله جای خودش، ولی اون عده دیگه هم که نیستن ولی این قوانین به نفعشون و اسلام، همه با هم یه درصد زیادی رو تشکیل میدن از افرادی که خواسته و ناخواسته یا بر اساس منافعشون پایه‌های حکومت رو دو دستی چسبیدن و اجازه نمیدن این حکومت سرنگون شه. اگر که ما مثل مردم آسیای دور بودیم که وقتی یه اتفاقی در جامعه میفته مرد و زن در کنار هم در یک پروژه ملی، در یک اعتراض ملی شرکت میکنن، شما هنگ کنگ رو دیدین چند روز پیش، چگونه مردم هنگ کنگ میلیون ها آدم ریخته بودن تو خیابون و خیابونا چجوری شلوغ و چجوری جمعیت و اعتراض جمعی، و اگه یکی رو میزدن زنه رو میزد، مردی میپرید جلو مردن میزد زنه. ولی ما همچین چیزی رو در ایران متاسفیم که نمیبینیم. ما میبینیم بارها و بارها گشت ارشاد اومده داره زنا رو میزنه، مردمو هیچ کاری نمیکنن، با استادن عقب وارد درگیری خودشون نمیکنن، حتی موبایلاشون دستشون، این کار زشت داره، حتی موبایلاشون دستشون رو و فیلم میگیرن، مثل اینکه هر یک نفر در ایران این رسالت رو دوشش گذاشتن، شما گزارشگر اخبار، ولی شما هیچ اقدام عملی حق نداری بکنی، هیچ کدومشون وارد گود نمیشن، همه اون کنار وای میسن و فقط فیلم برداری میکنن، و این یکی از فاجعه هایی است که ما در ایران داریم. مردان بسیار بی همیت، بی همت، بی اراده و مردان بسیار منفعت طلب و بزدلی که پیدا کردیم، من اسمشو میذارم بزدلی، برای که ما میبینیم در انجمن حمایت از حیوانات زنان رو ما داریم میبینیم میرن و میسن اونجا اعتراض کنن، زنان باتون میخورن، زنان درگیر میشن، دستگیر میشن، زندان میافتن، ولی اون مردا برشن نشستن اونجا سوار ماشین آخرین مدلشون دارن دور دور میزنن تو خیابونا و حاضر نیستن بیان برای این کارا. میدونی اینا خیلی مهمه که ما بفهمیم که اینجوری نیست اجتماع که من فقط کلاه خودم رو بچسبم بعد من خوشبختم. خوشبختی یک پدیده جمعی است و یک جامعه اگر خوشبخت نباشه و اگه زنان و کودکان و حیوانات و بقیه موجودات در اون جامعه تحت ستمن، من مرد هم زندگی نرمالی نخواهم داشت اون جامعه، حتی اگه 4/4 قانون به نفع من باشه. در یک جایی این قانون اسلامی به کار من بیاد، کل زندگیم چی؟ من در اجتماع باید با کلی زن و بچه های دیگه تعامل داشته باشم، در برخورد باشم. وقتی همه اینا مورد ستمن، همه اینا مشکل روحی روانی پیدا میکنن، همه اینا پر از عقده میشن، پر از خشم هستن، اون وقت من فکر میکنم من مرد به تنهایی تو اجتماع خیلی خوشبختم اگر قوانین به نفع من فقط. چنین چیزی نیست و اینو متاسفانه ایران باید درک بکنم.
من فکر میکنم ما باید یه برنامه بذاریم اصلا کلن اینو بشکافیم، چون من فکر میکنم برنامه خیلی مهمیه به دو دلیل. یکی این که ما مردان میبینیم که باز میگم نه همه مردان، بیشترشون تماشاچی هن، اون ویدیو گرفتن، همین برنامه از پشتیبانی از جانداران و اینا، منم اینو واقعا دیدم چند روز گذشته، باز دیدم زنها دارن از جانوران دفاع میکنن و ایران هم نگاه میکنیم میبینیم واقعا میبینیم این زنها که میخوان ایران رو پس بگیرن و کشور رو برگردونن به اون جایی که ما واقعا لیاقتش رو داریم. و اینکه مردها، باز میگم بیشتر مردها، نه همه مردها اینجا نیستن و دلیلاش رو هم شما آوردین، چند تا از دلیلاش و دلیلای فرهنگی و مذهبی و دینی داره. یه چیزی رو هم که من توی خانواده ایرانی دیدم، مثلا مطمئنم شما هم دیدین، مثلا توی خانواده اسم پسرشون رو میذارن علی یا حسین، ولی مثلا دخترشون هست ماندانا یا نرگس. و اینو من بارها دیدم تو خانواده ها. یعنی باز دوباره برمیگرده به اون فرهنگ. خوشبختانه اون پدر مادر فکر کردن دختره مهم نیست، نام ایرانی روش گذاشتن و روی پسره نام مسلمونی میذارن، ولی از یه طرف دخترها اونجا خوشبختن که نام های ایرانی. من بارها خانواده فامیلمون هستن، دوستامون هستن، این چیزا رو دیدم. این من به نگر من یه مقدار زیاد، یعنی سالها نسل‌ها نیاز به فرهنگ سازی و آموزش داره در سطح پایین جامعه. دبستان باید آغاز بشه به دوران بعد از دبستان و دبیرستان و وقتی که دانشگاه رسیدن دیگه این مسئله حل شده باشه. و من فکر می‌کنم در زمان شاهنشاه آریامهر این کارها آغاز شده بود. من خودم وقتی که ایران بودم، وقتی که راهنمایی تحصیلی می‌خوندیم، مدرسه ما رو دختران و پسران کرده بودن و ما گروه دومی بودیم که دختران و پسران بودیم و برای ما خیلی جالب بود. بیرون خب دوست داشتیم، نمیدونم با فامیلام رفت آمد میکردیم و اینا، ولی تو مدرسه یک هیجان ایجاد شده بود. از یه طرف بعضی از درس افتاده بودن، شاگردای اول حتی مثلا رد شده بودن که یک مقدار چیز شده بود، یعنی برایشون آمادگی رو نداشتن. ولی چند سال که گذشته بود دیگه عادت کرده بودن، درسته، با هم کنار هم بودن، سر کلاس میشستن و اینا. برای همین من فکر کنم آموزش آغاز شده بود و شوربختانه پس از این شورش 57 یا 79 یا 79 غربی همه چی ایست کرد. ولی این ایست من فکر میکنم باز یه چیز منفی نیست، چیز خوبیه. شما توضیح دادین در مورد رضاشاه و شاهنشاه آریامهر کارهایی که اینا کردن. من همیشه فکر میکنم میدونین یک چیزی رو که به یکی شما میدین توی سینی میذارین، میدین اون طرف زیاد ازش قدرشو نمیدونه و بیشتر میخواد و طلبکارم هست. این اصلا خصلت انسانه، نه من وارد ایران و نمیدونم جای دیگه، این خصلت انسانه. ولی یه چیزی که خودتون به دست میارید خیلی با ارزش تره. تو کشورهای غرب اینا جنگیدن، خون دادن، زنای کارگر، زنای که زیر ستم بودن و اینو من فکر کنم تو غرب خودشون به دست آوردن، دولتی بهشون نداد، پادشاهی بهشون نداد. ولی تو فرهنگ ما خب باید این کار میشه. آخه ما اسلام، متاسفانه ما فرقمون با جامعه غربی اینه که اسلام تمام ارکان اجتماع تو دستش بود. یعنی فرق اسلام، برای همین ما میگیم با ادیان دیگه زمین تو آسمونه، برای که اسلام یک دین کاملا سیاسیه و میخواد اقتدارگرا باشه، یعنی در یک کشور میخواد حکومت کنه. شما نمیبینید مثلا بخواد در یک مثلا در کشورهای آسیایی بودیزم بخواد حکومت کنه یا مثلا هندویزم بخواد حکومت کنه، ولی اسلام میخواد در هر جا حکومت کنه و نفس کشیدن مردم هم کنترل کنه. برای همینم به هیچ کس عرصه نفس کشیدن نمیدادن که اصلا زن بتونه از اون پستوش بیاد بیرون که بتونه بیاد احقاق حق بکنه. هنون نیمده بیرون سنگسارش میکردن میرفت، اصلا حذف فیزیکی کامل میکنه اسلام.
فرق ما این بود در جامعه اسلام زده 1400 سال اسلام زده ما، زن حتی میخواست هم نمیتونست، چون به تنهایی زورش نمیرسید. ما باید یک حکومت اقتدارگرای دیکتاتوری خوبی مثل رضا شاه بزرگ ما داشتیم که واقعا نور به قبرش بباره. اگر که این مرد نیامده بود و اگر نیامده بود با چکمه آهنی اون مملکت رو صاف بکنه از این وجود این آخونده و بزنه عقب و اجتماع رو باز بکنه و زنها رو آزاد بکنه و تحصیلات بیاره و راه بکشه و دانشگاه بزنه و صنعت بیاره به کشور، اصلا شما تا آخر عمر، یعنی تا ابد و دهر ایران میمون تو اون دوران مال روی و اعتیاد تریاک و دوران قاجار دیگه، خودتون شما میدونی مرض از سر و چشم مردم کچلی و مرض و شپش بره بالا و مردم در حد روستاهای 2000 سال پیش جاهای دیگه دنیا زندگی میکردن، نه حتی مردم ایران در حد روستاهای همون 150 سال پیش جهان هم زندگی میکردن. مردم ما تو شهرها زندگیشون از روستاهای اکثر جاهای دنیا بسیار محقرتر و بسیار تو سری خورتر و بدبختر بود و واقعا هیچ راهی در ایران وجود نداشت به جز اینکه یک حکومت بیاد این آزادی ها رو به مردم بده به اجبار، که حالا به هر حال ما این آزادی ها رو به دست آوردیم. ولی ببینید چقدر اون عده‌ای که اومدن همراهی کردن با این شورش 57 و رفتن مشت گره کردن و اون لچک ها رو سرشون کردن و اون ریشا رو گذاشتن و اون حرکات احمقانه رو در خیابونا در آوردن که امروز آدم نگاه میکنه اصلا شرمش میشه، میگه اینا اصلا انسانن یا اورانگوتانن؟ یعنی آدم اینقدر نفهمه در دهه 70 میلادی، در دهه 70 میلادی یک ملت اینقدر نفهمه، اصلا آدم تعجب میکنه. ولی حالا دیگه به اندازه کافی من فکر کنم 4 دهه بنزه کافی چوب اسلام و حکومت اسلامی و آخوند و همه این بازی ها به تن این ملت خورد و دیگه دقیقا رسیدیم روی باتم لاینیم. الان ما اون ته ته قرار گرفتیم، حالا مگر اینکه این حکومت و این ملت بندازن با شورش میلیونی و بعد دوباره ما بتونیم یک سیستم پادشاهی درست، آبرومند، مطابق روز، جهانی، واقعا یه چیزی که باعث سربلندیمون باشه در جهان. شما قیافه های این افرادی که از جمهوری اسلامی میرن به همه جا میبینین، اصلا از خجالت آدم نمیدونی چی بگه، اصلا اینا واقعا این اورانگوتان میمونن همشون. یعنی آدم حس میکنه که خدایا اینا انسان های ما قبل تاریخن، اینا چرا این شکلی هن؟ اصلا اینا کیان؟ مردم ایران این ریختا نیستن؟ اینا کیان تو مردم ایران به عنوان نماینده های این جامعه و سران این جامعه دارن این مرمر دنیا میرن و حیثیت بر ما نذاشتن دیگه تو دنیا؟ اصلا واقعا آدم خجالت میکشه از هر جایی که اینا رو میبینه بگیم منم ایرانی هم مثل اینا. حالا امیدواریم که همه چیز درست شه به هر حال. حالا شاید در جستارهای بعدی اینا رو دنبال کنیم. حتما، چون این واقعا تو دست خودمونه. من واقعا مردان رو بیشتر تشویق میکنم که این برنامه رو نگاه کنن و جنبش های زنانه و حرکت هایی که زن ها انجام میدن مردا باهاشون باشن، نه فقط پشت سرشون باشن، اصلا پا به پایشون در کنارشون باید باشن. و این واقعا این چیزی هست که من به شخص خودم به عنوان مرد این کار رو میکنم و سعی میکنم که مردا رو بیشتر تشویق کنم. این یه مسئله زنانه نیست، این یک مسئله همه ماست. آزادی زن و برابری زن آزادی من مردم هست و اینو ما باید آموزش بدیم. یعنی اینقدر تو مغز این مردم بگیم تا اینا دیگه عادت کنن. و این من فکر کنم وظیفه همه ماست. شما در جایگاه خودتون که اندیشمند بسیار بسیار گرامی هستیم و باعث افتخار ماست و رضا شاه و شاهنشاه آریامهر به شما افتخار میکنن که شما سرره کارهای این دو مرد بزرگ هستین و امیدوارم بتونیم ما این برنامه رو ادامه بدیم، چون من فکر کنم هم مردان هم زنان میتونن از این سود ببرن از این آموزگفتارهای شما. یک جهان و یک ایران. از شما آرتیمیس گرامی سپاسگزارم و امیدوارم برنامه‌های دیگه با هم باشیم و این آموزگفتار یا این گفتار رو بیشتر باز کنیم. میخواستم از شما سپاسگزاری کنم، از المن تیوی هم سپاسگزاری کنم که این برنامه رو تهیه کردن و بدرود تا برنامه بعدی. خدا نگهدار.